در آموزش قصد داریم نحوه استخراج اطلاعاتی که در آموزش قبلی برای تشخیص جعل مقاوم در برابر فشرده آموزش دیدیم ببینیم چطور میتونیم این اطلاعات رو استخراج کنیم و ببینیم که اطلاعات استخراج شده چقدر مقاومت در برابر تغییراتی مثل فشرده داشتن خب به عنوان یه مرور کلی در آموزش قبلی دیدیم که اومدیم بعد تصویرمون رو به موجک سطح دوم تجزیه کردیم و اطلاعاتمون رو در موجک سطح دوم در قالب روش کوانتیزه کردن جاسازی کردیم در زیرباند تقریب حالا میاییم و یک جل رو بر روی تصویرمون ایجاد میکنیم در واقع میایم میگیم که تمپر دیمیجمون بیاد و یک ناحیه ازش رو کپی کنه در یه ناحیه دیگه عبارتی عمل کپی موو رو انجام دادیم و اومدیم در ادامش یک دستور آیم رایت right رو نوشتیم هدف از دستور آیم رایت right اینه که ما بیایم تصویری رو ایجاد کنیم با نام jpg که فرمتش jpg باشه از فشرده سازی jpeg استفاده کنه و میایم یک کوالتی فاکتور هم برای فشرده سازی مشخص میکنیم میگیم که فشرده سازی رو با کوالتی فاکتور 80 انجام بده یعنی در واقع یک سری از نق... یه مقداری فشرده سازی بر روی تصویر انجام میده و مقداری نقصان بر روی تصویر داریم یعنی نوع فشرده سازیمون لاسلس نیست و لاسی هست اینجا هم در واقع ما اومدیم بر 255 مقادیر رو تقسیم کردیم که مقدار پیکسل ها بین 0 تا 1 تقسیم بشه و هدف دیگه ای نداره این که تقسیمی که انجام دادیم و در نهایت هم اومدیم و تصویر تمپر شده رو نمایش میدیم حالا یک اجرا میگیریم تا این مرحله که ما تصویر رو تمپر کردیم و مجددا تصویر تمپر شده رو میخوایم مشاهده کنیم البته بهتره که ما این دستور آیم شو sure رو بذاریم بعد از بارگذاری تصویر تصویر فشرده ف... شده اینجا کپیش میکنیم قرارش میدیم اینجا و در این قسمت میایم اجرا میگیریم ببینیم که چی برای ما نشون میده تصویر تمپر شده رو مشاهده میکنیم در واقع این تصویر هم یک تمپر کپی موو در داخلش وجود داره و هم مورد فشرده سازی جی پک قرار گرفته و هم حاوی پیامی هست که ما در اون جاسازی کردیم پس این ستا رو ما در داخل این تصویر داریم خب این تصویر تمپر شده رو به داخل محیطمون بارگذاری میکنیم یک پیام خالی هم میسازیم با نام Extracted Mat for Tamper Detection که اندازش برابر با پیام اصلی بوده که ما در داخل تصویرمون جاسازی کردیم تمپر ایمیجی که اومدیم فشرده شده در داخلش تمپر وجود داره و جاسازی اطلاعاتمون انجام شده رو میایم مورد تبدیل DWT قرار میدیم زیرباند LL1 حاصل رو میایم و به عنوان ورودی تبدیل DWT مجدد قرار میدیم و خروجی رو به دست میاریم زیرباند LL2 یا LL2 همون زیرباندی هست که اطلاعات ما در اونجا قرار داره ما باید اطلاعاتمون رو از زیرباند LL2 استخراج کنیم برای این استخراج همانند آموزش های قبلی که در زیرباند موجک مشاهده کردیم میایم و این دستورات رو به این صورت تایپ میکنیم و پارامتر دسیشن رو تولید میکنیم و بر اساس دسیشن تصمیم میگیریم که آیا هر کدوم از اون ذرایع حاوی بیت یک بودن یا بیت صفر بودن و در نهایت اکسترکتد مسیج رو ما استخراج میکنیم و در این متغیر قرار میدیم و میاییم اختلاف بین اکسترکتد مد فور تمپر با خود مد فور تمپر که در ابتدا جاسازی کردیم حساب میکنیم و در نهایت هم میخوایم ببینیم که ناحیه جل شده به چه صورت هستش حالا یک اجرا میگیریم میبینیم که تصویری برای ما نمایش میده که اندازش که همون یک شونزه تصویر اولیه است ناحیه جل شده رو به صورت سفید برای ما نشون میده یک سری از نقاط دیگر رو به عنوان سفید تشخیص داده در واقع این نقاطی که سفید هستن نقاطی هستش که ناحیه جل شده ما نیست اما بر اثر فشرده سازی کوانتیزه کردن ما رو به هم زده و در واقع پارامتر قدرت ما کم بوده و نتونسته اینها رو در خودش نگه داره و اطلاعات رو مجدد بتونیم استخراج کنیم ما اگر مقدار فشرده سازی رو زیادتر بکنیم مثلا از فشرده سازی با کوالتی فاکتور 80 بکنیم فشرده سازی 60 در نتیجه مقدار فشرده سازی بیشتری بر روی تصویر انجام میشه و انتظار داریم که خروجی هم که به دست میاد میبینیم که نقاط پراکنده زیادی هم به نان جل شده تشخیص دادند در واقع ما اون قسمتی که سفید یک دست هست به عنوان ناحیه جل شدمون هست اما خب اطلاعات دیگه هم اینجا نتونستیم استخراج کنیم که با رنگ سفید نشون داده شده بنابراین ما در این آموزش یاد گرفتیم که چطور میتونیم یک تشخیص جل مقاوم در برابر حملاتی مثل فشرده سازی داشته باشیم و بر اساس اون بتونیم ناحیه جعل شدهمون رو تشخیص بدیم در این آموزش به صورت مختصر با یک مدل از تشخیص جعل در تصویر مقاوم در برابر فشرده سازی آشنا شدیم